حالا شاه حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هست راجع به این مورد صحبت می‌کنیم. آقای حسنیا، دلایل این بحران کمبود برق چیه؟ چرا ما هر سال شاهد تشدید شکاف بین تولید و مصرف برق هستیم؟ به نظرم باید مهمتر از هر چیز به این نکته تاکید بکنیم و توجه بکنیم که اقتصاد یک کل پویا و به هم پیوسته است که حتی فراتر از شاخص‌ها و عوامل اقتصادی از محیط پیرامونی خودش اثر میگیره، تحت تأثیر فضای سیاسی داخلی، فضای اجتماعی، فرهنگی و فضای سیاست خارجی و دیپلماسی است. یعنی هیچ مشکلی در اقتصاد تقریبا وجود نداره که شما اون رو بخواید صرفا با یک سری دستورالعمل صرفا اقتصادی حل و فصل بکنید. زمانی به این گفته میخندیدند عده‌ای و تمسخر میکردند وقتی که گفته میشد حتی آب و برق یا مرغ و تخم مرغ کشور هم وابسته به تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی و روابط بین المللی است. اما امروز همین بحران ناترازی برق، بحران ناترازی انرژی، دیگر انرژی ها مثل سوخت، آب، تمامی بحران ها مصادیق و نشانه هایی است از این که باور بکنیم که اقتصاد یک کل پویا و به هم پیوسته است و با یک تک سیاست نمیشه این مشکل رو رفع کرد. پاسخ ساده به این پرسش که دلایل این ناترازی برق و تشدید فاصله بین تولید و مصرف چیست؟ خب عدم توازن است که وجود داره بین مصرف و تولید که بخش عمده ای از اون از توقف سرمایه گذاری و همینطور غیر اقتصادی بودن فضای کسب و کار در فضای تولید برق و دیگر محیط های اقتصادی به وجود میاد. بر اساس برآوردی که در برنامه هفتم انجام شده برای رفع این ناترازی فقط در حوزه برق نیاز به یک سرمایه گذاری 19 میلیارد دلاری است. امسال در سال 1403 باید حدود 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و همینطور 215 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی در این حوزه صورت بگیره که این فاصله و این ناترازی بین تولید و مصرف در حوزه برق مرتفع بشه. این عدد در حوزه نفت و گاز بسیار بالاتر و بسیار بزرگتر هست و نمیشه شما سالها تحریم باشه اقتصادتون، نمیشه رابطه با فضای پیرامونی و اقتصاد بین الملل نداشته باشه، اما امیدوار به این باشید که این ناترازی ها و این عدم سرمایه گذاری ها و این موانع و مشکلاتی رو که فضای کسب و کار رو مسموم کرده جایی خودش رو بروز نده و جایی ظهور پیدا نکنه. این غیر ممکن هست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ امروز با من بودین. اقتصاد